ماهیت اقامت تمکن مالی چیست؟ کشورهای مختلف مثلا مثل یونان، اسپانیا، پرتغال، فرانسه و یا اتریش یا حالا هر کشور دیگه‌ای اگر اومدن یک اقامتی رو به عنوان نان لوکراتیو یا تمکن مالی ایجاد کردن، علتش این بوده که اگر کسی در کشوری خارج از اون کشورها دارای کسب و کاری هستش که بالاخره درآمد خوب ماهانه داره، پس انداز کافی داره و شغلی داره که میتونه به اندازه کافی در اون کشور زندگی بکنه و از جیب اونجا بدون اینکه لازم باشه کار بکنه هزینه بکنه و به اقتصاد اون کشور کمک بکنه، بتونن اقامتی رو در اختیار خودش و اعضای خانوادهش بگذارن که هم چرخ اقتصاد اون کشور بگرده و همین که اون فرد بتونه به هر حال اون مجوز اقامت رو ازش استفاده بکنه. حالا اگر قرار باشه این کارت اقامت رو صادر بکنن، بعد یه فردی بخواد سالی کلن 3 روز تو اون کشور باشه، شما به من بگید فایده صدور همچین کارت اقامتی چیه؟ پس اگر قصد ندارید در اون کشور به اندازه کافی سکونت بکنید، از اقدام برای همچین پرونده های اقامتی جدن خودداری بکنید، یا وسط پروسه کارتتون اقامتتون رو باطل میکنن یا در پایان دیگه تمدید نمیکنن.